و همیهنان ارجمن هنگامی افشار در برنامه رو در رو از دالاس تگزاس خدمتتون هستیم. 4 بعد از ظهر سوم از ماه ژانویه 2012 میلادی، در واقع نخستین برنامه سال 2012 هست و خدمت تمام همیهنان مسیحی و غیر مسیحی. ما دیگه تقویممون با این تاریخه. تبریک و تهنیت میگم، امیدوارم سالی پربار باشه. پربار که خواهد بود از لحاظ سیاسی، حالا بارش منفی باشه یا مثبت این رو ما نمیدانیم. قبل از این که میهمان بسیار عزیز برنامه امروز رو که سورپرایز هم هستن براتون خدمتتون معرفی کنم، اجازه بدیم در کنار این تهنیت سال نو مسیحی یک تسلیتی هم داشته باشیم، یاد بودی برای نخستین سالگرد شاهزاده علیرضا پهلوی که واقعا دل همه ایرانیان رو به خون نشوند، چرا که پس از این که رفت تازه ایرانی ها تک تک او رو شناختن. او طول عمر 40 سال شاید هرگز فرصتی نبود که ما بشناسیمش و فرزندی از او هست بر جا هست. ای کاش شاید اگر این فرزند رو میدید تصمیمش عوض میشد، ولی این شاهزاده ایرانی همیشه در یاد ما خواهد موند و کمبود و فقدانش میدونیم که بیش از همه مادر شهبانوی عزیز که زجر میکشه. به هر حال برای ما زنده شاهزاده علیرضا پهلوی. درد بزرگیست. باری هموطنان ارجمند، اجازه بدین در شروع سال نو ما موضوعات سال گذشته رو و پیامدهاش رو در سال آینده با چه صاحب نظری دکتر ناصر طهماسبی، پزشک حاذق ایرانی، مترجم، مدیر علم و جامعه. ما بارها دکتر ناصر طهماسبی رو در برنامه‌های تلویزیونی خودمون سالیان گذشته داشتیم و ایشون یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویان در زمان شاه هم هستند. متاسفانه دکتر ناصر طهماسبی علی‌رغم نام بزرگشون و حجم کارهای فرهنگی طولانی که داشتن عکسی از خودشون ندارن. یعنی در اینترنت ما یک فرد معمولی رو میزنیم ده ها عکس میریزه بیرون، ولی از دکتر عکسی داشتم سالیان پیش که عکس رو برایشون برگردوندم. متاسفانه در آتش سوزی که در خانهشون شد این حمام گرفتن و اون بخاری که قدری قدیمی بود و آسیبی که ایشون دیدن تا به امروز اون عکس هم از بین رفت. خواهش کردم برای بنده عکسی بفرستن برای جلسات آینده، ولی این مرد فرهیخته واقعا افتخاریست بودنشون در این برنامه و من به شما خوش آمد میگویم دکتر ناصر طهماسبی نازنی. متشکرم خانم، قربان شما. قربون شما. دکتر عزیزم حالتون چطوره؟ شما 4 سالی از جامعه به دور بودین به خاطر کسالت، حالتون چطوره عزیزم؟ خوب الحمدلله، حالا دوران استراحت رو میگذرونم و حالا هم خیلی خوب شده. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم یه بیماری بود که اصلا تشخیص نداده بودن تا حالا، منتها یه دکتر هندی این بیماری رو کشف کرد، متاسفانه خودش هم در اثر این بیماری مرد. اون وقت نمیدونستن که این بیماری چی هست تا اینکه در جان هاپکینز که یکی از مراکز مهم پزشکی در آمریکا این رو پیدا کردند و یه علتش این بود که یه محلول که در مغز و ستون فقرات تولید میشه این مقدارش و غلظتش بیشتر از طبیعی بود و باعث ناراحتی‌هایی میشد. این رو خوشبختانه کشف کردن و یه عملی روی مغز من کردن که حالم الحمدلله خوب شد. بس از صداتونم مشخصه دکتر عزیزم، من وقتی دیروز با شما صحبت کردم متوجه شدم که بازگشتید به گذشته و چقدر خوشنود شدم.
دکتر ناصر طهماسبی، واقعا دیدگاهاتون، نظرتون، نظریاتتون طول این چند سالی که این همه وقایع شگفت‌انگیز در خاورمیانه و در ایران اتفاق افتاده، به ویژه جنبش موج سبز، خالی بود. به قدری پرسش هست، من نمیدونم از کجا آغاز کنم، ولی اجازه بدید به طور جنبندی، یک جنبندی از آنچه در ایران اتفاق افتاد، موج سبز چرا اتفاق افتاد؟ چرا خاموش شد؟ آیا این آتش زیر خاکستره و شما این موج رو بازگشتش رو به چه گونه و در چه نزدیکی از زمان میبینید؟ دکتر ناصر طهماسبی گرم، عرض کنم یکی از اشکالات مهم جامعه ما، حالا چه در داخل ایران و در خارج ایران، این است که روشنفکران ایرانی متاسفانه نقش بدی در جامعه ایران داشتند و من خودمم یکی از اونها بودم، برای اینکه در مبارزه با رژیم گذشته ما دچار اشتباهاتی شدیم که محصولش الان در ایران می‌بینیم، هم جمهوری اسلامی، و امیدوارم که در آینده دچار این اشتباه نشیم. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من در دانشگاه گوتینگن که از معروفترین دانشگاه های دنیاست و قدیمیترین دانشگاه ها هست، یه پروفسوری بود که برنده جایزه نوبل بود، ما می رفتیم کمکش میکردیم، چند تا ایرانی بودیم که به اصطلاح خونش که خراب شده بود خودش و خانم پیرش می رفتن آنجا گل و لایه درست میکردن آنجا دوباره بسازن. یه روز رفتیم اونجا کمکش کنیم، گفت نه، شما اومدید آلمان درس بخونید، برید دنبال کارتون. این بلا رو ما سر خودمون آوردیم که هیتلر رو انتخاب کردیم. برابری شد، فقط نصیحت من به شما این است که مواظب باشید این اشتباهی که ما کردیم شما نکنید، و متاسفانه این اشتباه هم کردیم در ایران. بله بله. آیا این اشتباه سوی روشنفکران بود یا از طریق از جانب سیستمی که اجازه نمیداد روشنفکران واقعی نهادهای حزبی درست کنند، دیدگاه ها انتشار پیدا کنه؟ دکتر طهماسبی، البته فرمایش شما کاملا صحیحه. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، تو چند از این صحبت های تلویزیونیم که صحبت میکردن چند نفر زنگ زدن گفتن آقای دکتر طهماسبی و دوستانتون، این بلایی رو که سر جامعه ایران آوردید تصدیق میکنید؟ گفتم ما این بلا رو دست جمعی سر خودمون آوردیم، برای اینکه فکر کنید که دو تا دیکتاتور عهد ما یعنی هیتلر و استالین اینا نیومدن به مردم آلمان و روسیه بگن که همه باید عضو حزب ما بشید و الا برید از ایران بیرون، و این کار رو متاسفانه شاه کرد و این اقدامی بود که به نظر من خیلی به ضررش تموم شد و یکی از اون عوامل سقوط اعلی حضرت همین بود که این کار کرد که مردم اونایی که میخوان عضو حزب جدید ایشون بشن بیان از ایران برن بیرون، و این اقدام به نظر من یه نوع دیکتاتوری بدی بود که بلاش هم سر خود ایشون هم آمد. بله، بلا سر هممون اومد با اشتباهات جمعی، به ویژه از طریق بزرگترها، مثل بچه در یک خانواده که ناباب میشه اول بعد رو تربیت پدر مادر رفت، و بعد خب مردمان یک جامعه هم مثل فرزندان اون حکومت هستن. به هر حال دکتر نازنین، اما پس از 30 سال ما دیدیم که نسلی به روی کار آمد، با وجود اینکه در اختناق کامل، در سانسور کامل، ولی خوشبختانه در کنار تحول جدید اینترنتی. آیا فقط این اینترنت و امکان آگاهی، کسب اطلاعات از فضای آزاد بود که به یک بار ما جنبش سبز رو شاهد شدیم، یا اینکه این خاصیت نسل در همه جای دنیا با اینترنت بدون اینترنت؟ دقیقا همین قسمت آخری که فرمودید اینه، برای اینکه ارتباطاتی که امروز بین مردم دنیا برقرار میشه در هر کجای دنیا که هستن، خیلی کارها رو راحت‌تر و آسان‌تر از گذشته کرده. فکر کنید که الان یک آدمی در ایران علی رغم همون خاطران
ایران وجود داره میتونه تماس بگیره با دوستانش، دیگران، با اقوامش و نظریات خودش رو به اونا رد و بدل بکنه. من به نظر من این امکاناتی که فعلا در دنیا وجود داره کار خیلی از رژیم های فاسد و دیکتاتور رو خراب خواهد کرد، از جمله رژیم ایران رو. دکتر تماسبی، این دیکتاتور در واقع فسیلی دیگه داره اسطوره میشه، خب به دوران کهن میپیونده که 30-40-50 سال یک نفر میاد حالا به شکل پادشاه یا رئیس جمهور، حالا بگذاریم از سیستم پادشاهی در سوئد یا در انگلستان که سیستمشون فرق داره، دست پادشاه نیست، پادشاه یک فرم نقش سمبولیک داره، ولی کم این بیشتر در خاورمیانه نفراتی که میان و همه چیز میره زیر سلطه یک نفر، با در هم پاشیدگی رفتن بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی، الان در سوریه. آیا دوران بت شکستن بت‌های کهنه قدیمی است یا ممکنه باز بت‌های ظهور کنند همین گونه به قدمت اینا باقی بمونن طولانی زمان؟ ولی در مجموع فکر نمی‌کنم در آینده بتونه یک رژیمی یا یک شخصی اونطور که تا حالا حکومت می‌کردن و دیکتاتوری می‌کردن بتونه کار رو کنه. ببینید الان با امکانات تلویزیونی و تلفنی که وجود داره ارتباطات مردم خیلی قویتر و بیشتر شده از گذشته و ما باید امیدوار باشیم که این ارتباط ها خوب انجام بشه. یکی از اشکالات مهم جامعه ما در قدیم که امیدوارم در آینده دور نباشه این روشنفکران ایران که به نظر من لغت آنان روشنفکر هم نباید بشندد، چون اگر روشنفکران ایرانی نقش مؤثری داشتن در جامعه ما این بلاها سرمون نمی آمد. بله دکتر ناصر طهماسبی، آیا شما تصور می فرمایید این اتفاقی که در خاورمیانه در حال وقوع هست و به بهار عرب مشهور شده، این قبل از این که به دموکراسی ختم بشه ما یک دوران شبیه ایران بلبشوی مذهبی در اونجا خواهیم دید یا نه زودتر سر سامان میگیرن و دوچار خبط و خطای مردم ایران در سال 57 نخواهند شد، یعنی به دام اسلامیون افتادن؟ والا میدونید به نظر من جمهوری اسلامی علارغم ادعایی که داره مردم رو حتی از نه تنها از جمهوری اسلامی بلکه از خود اسلام هم بیزار کرده، برای اینکه مردم وقتی به نام اسلام این کار رو جمهوری اسلامی کنه میکنه متوجه میشن که باید یه اشکالی در خود اسلام باشه. من یادم هست که یه مذاکره داشتیم بین پیروان ادیان مختلف که منم به عنوان یه مسلمان آمدن، بعد یکی از اون دوستان که مسلمان نبود گفت من یه چیزی میخوام به شما بگم، من اینو یادم نمیره، گفتش که دموکراسی در کشورهای اسلامی امکان نداره، برای اینکه اگر شما بخواید دینتون عوض بکنید گردنتون رو میزنن. بنابراین اگر در دموکراسی که دین آدم ها آزاد باید باشه بی همچین حکمی صادر بشه برای مسلمان ها چطور میتونن که خواهان دموکراسی باشن وقتی همچنان مسلم باقی موندن؟ خب شما تصور میفرمایید که کشورهای عربی این مرز رو گذروندن، یعنی خب اونها به هر حال آمیخته تر هستن با اسلام، زبانشون عربیه و ما میبینیم حتی دخترانی که در جنبش های مختلف برای سیکولاریزم و تساوی حقوق زن و مرد هستن پوشیده تر از زن ایرانی هستن، یعنی یک مقدار فرهنگشون فرق میکنه. آیا تصور میفرمایید که این
قاعده، قاعده سکولاریسم به هر حال در این کشورها توسط مردم اعمال خواهد شد، یا اینکه مذهبیون دست بالا را خواهند داشت، و اگر داشته باشند مذهبیون، یک مذهبی خفقان‌آور و رادیکال خواهد بود که حقوق نیمی از مردم مثل زنان رو پایمال میکنه، آزادی بیان رو پایمال میکنه و در نهایت آزادی خواهان رو میکشه. دقیقا همینجوری شما میفهمید. ولی ببینید، علاوه بر ادیان و مذاهب، ایدئولوژی ها هم یک همچین اختلافی در جوامع خودشون به وجود آوردن. فکر کنید که هیتلر و استالین، اینا چه بنای سر مردم خودشون آوردن و مردم برای اینکه از شر ادیان و مذاهب خلاص بشن به ایدئولوژی ها پناه بردن، در صورتی که خود ایدئولوژی ها هم شروع کرد چه جنایات هایی کردن. و من فکر میکنم که در آینده مردم به خاطر امکاناتی که دارن بتونن بیشتر با هم به اصطلاح تبادل نظر بکنن. حالا البته اعتقادات مذهبی میتونه تعیین کننده باشه در خیلی از جوامع، ولی اگر فرض کنید که تمام این کسانی که الان توی کشورهای علوی دارن مبارزه میکنن و باعث سرنگونی بعضی از رجال شدن، اینا اگر یواش یواش متوجه بشن که اگر بخوان به اصطلاح چیزای اسلامی پناه ببرن، آینده بهتری نخواهند داشت. من فکرم میکنم که این اتفاق بیفته، برای اینکه امکاناتی که امروز بشر وجود داره برای رد و بدل کردن عقاید و نظریات باعث میشه که اونها هم علی رغم که دین خودشون دارن، چون این فقط در دین اسلام هم اتفاق نیفته. شما الان نگاه کنید ببینید در اسرائیل این از بین به اصطلاح یهودی که بلاهایی دارن الان سر زنها در میارن، که البته دولت جلوش رو گرفته، ولی نه تنها ادیان بلکه ایدئولوژی هم مزاحم مردم میشن و یواش یواش در دوران آینده به نظر من هم ادیان و هم ایدئولوژی ها مجبورن که به دموکراسی بیشتر احترام بذارن. بله، نکته بسیار جالبی رو اشاره فرمودین. ارتدوکس های دست راستی مذهبی در اسرائیل که واقعا اینو یه افراد مفخوری هستن، میتونیم بگیم تعداد زیادی بچه 7-8 و اینها از مالیات مردم و فقط برای تبلیغ خرافات و دستور صادر کردن، و آرام آرام این هیولاها از زیر این دموکراسی اسرائیل دارن خیزش میکنن. قرن بیستم در واقع قرن ایدئولوژی ها بود، قرن بیستیکم حالا اواخر قرن بیستم در واقع شروع شد این رادیکال های مذهبی، حالا رادیکال های یهودی. ما نمیدونیم مذهبیون مسیحیان رو علا رقم این که هر روز ده ها و صدها کلیسا ساخته میشه، ولی مردم هنوز مقابلش ایستادن. آیا این پیشبینی میشه که یک نوع رادیکالیسم مذهبی به دور کلی، مذاهب ابراهیمی، سامی و کلن ایدئولوژی مذهبی یا ادیانی در حال بروز هست و ممکنه دست و پاگیر بشریت باشه در چند دهه آینده؟ انشاءالله که نمیشه. ببینید، این ادیان ابراهیمی که شما فرمودید، یعنی ما یه شباهتی داریم که این ستا دین مسیحی و یهودی و اسلام اصلا با همین اصلا ادیان ابراهیمی بهشون میگن، ولی ایدئولوژی ها هم حالا چه سوسیالیسم چه کمونیسم چه فاشیسم، اینا هم به اصطلاح دورانشون گذشته. فکر میکنم در آینده دموکراسی حتی در این کشورهایی که کشورهای عربی که الان اتفاقاتی در اینجا افتاده و حکومت ها سرنگون شدن، فکر میکنم در آینده اینها بر اساس حالا چه مذهبی باشین چه غیر مذهبی بتونن اون به اصطلاح جباریت خودشونو به مردم تحمیل بکنن از طریق ایدئولوژی یا از طریق مذهب.
بله بله دکتر طهماسبی گرامی، اخیراً در سوریه هم خب به بهانه تقلب در انتخابات آقای پوتین ما می‌بینیم که عده‌ای آمدن و این 10,000 رو داره به 100,000 و حالا میگن این جمع بسیار کوچک است، ولی همیشه این مخالفت ها از یک جمع قلیل آغاز میشه. من با یک کسی که روسه و در روسیه تازه چند سالی در اینجاست، خیلی هم وارد هست در این امور روسیه صحبت میکردم، میگفت پوتین، مردم خسته شدن اما پوتینیسم خواهد موند، چون این خودش رو ستون عمودی این انقلاب جدید روسیه میدونه و از طرفی ادهی هم اون سیستم کمونیسم رو میخوان به دلیل اینکه اینها طول 60 اندی سال به بعضی ها به تنبلی عادت کرده بودن، کسی کار میکرد یا نمیکرد یک حد اقلی داشت، الان باید کار کنن، موضع سخته و مطمئن نبود این شخص که آیا این اده میخوان کمونیسم رو برگردونن، فکر میکنن اون دوران براشون بهتر بوده، یا اینکه دیدن کمونیسم آمال و آرزوی اونها رو جامعه عمل نپوشونده، چون میدونیم آنچه در روسیه اتفاق میفته مستقیم در اثرش در ایران و خاورمیانه خواهد بود. شما جریان اخیر روسیه رو چگونه تحلیل میفرمایید؟ والا میدید جریان روسیه ادامه حالا گرچه حزب کمونیست به اصطلاح حاکم نیست، ولی به هر حال اون شرایطی که اونها وجود آورده بودن در روسیه همچنان ادامه داره. ببینید شما الان چین رو ببینید، با وجودی که اینقدر میلیاردر چینی وجود داره در دنیا، هنوز به اصطلاح به عنوان کمونیسم و مارکسیسم و اینا دارن حکومت میکنن در اونجا، دارن که به ظاهر نباشه، یعنی هنوز در چین تعداد میلیاردرها در چین بیشتر از خیلی از کشورهای دنیا به خصوص آمریکا است. بنابراین مردم به مرور زمان متوجه میشن که اون سیستمشون، حالا چه مذهبی چه ایدئولوژیک، دچار اشتباهات و دچار بدکاری هایی شده که در آینده فکر میکنم اینا بتونه ادامه داشته باشه. دنیای دموکراسی آینده به نظر من خیلی بهتر و خوش رفتارتر با مردم خواهد بود تا حالا چه در کشورهای حتی سرمایه‌داری یا چه در کشورهای کمونیستی مثل چین و خب روسیه هم هنوز در واقع خودش از کمونیست که جدا نکرده، یه داره دسته جدیدی اومدن سر کار. ولی به نظر من همون حرفی که خود گورباچوف زد، بهش گفتن چرا این اتفاقات در روسیه اتفاق افتاد، گفت برای اینکه دنیا امکانات جدیدی به وجود آورده، دیگه حرف دولت تنها حرفی نیست که مردم گوش بکنن. الان هم به نظر من در آینده همینطور خواهد بود، امکانات تکنیکی که وجود داره برای مردم داره، نه عجم میتونن اونجوری بر مردم حکومت کنن نه ایدئولوژی ها. این در واقع میتونیم بگیم که نسل آینده یا سالهایی که در پیش داریم در سطح جهان دنیای رادیکالیزم کمرنگتر خواهد شد، چه در زمینه مذهب، چه در زمینه ایدئولوژی، چه در زمینه دیکتاتوری، و یک بالانس عمومی در سطح جهانی به وجود خواهد آمد، چون نسل هم جوانه دیگه و هی جوانتر هم میشه و این امکانات تکنولوژی بهتر خواهد شد. در واقع شما خوشبین هستین به قرن 21 از لحاظ قوانین انسانی دکتر؟ بله ببینید خب مردم عادت کردن به یه شرایطی که حالا چه اعتقادات مذهبی چه چیزای ایدئولوژیک، ولی اینها در شرایطی بوده که عمدتاً تحت تبلیغ یا تحت فشار بودن، یعنی نه اینکه بی خودی مسلمان یا مسیحی یا هر چیز دیگه شدن، شرایطی بوده که ببینید بچه ها توی خانواده بزرگ میشن که پدر و مادرشون همون دین رو داشتن، معمولا آدم ها همون دین پدر و مادرشون رو میپذیرن، گرچه حالا در این چند سال اخیر زیادی از ایرانی ها آمدن شنیدن در همون
دین دیگه پناه ببره، غافل از این که در خود همون دین جدیدش هم چه مسائلی برش به وجود خواهد اومد. این روی خود به نظر من یک کار عاقلانه نیست، یک کاری است که از نظر نفرتشون از اون چیزی که درش بودن اقدام میکنن. حتی اینایی که کمونیست میشن بعد میشن ضد کمونیست، و نه تنها در مورد اجنبا که در مورد نظریات سیاسی و ایدئولوژی ها هم همین موضوع صدق میکنه. و من امیدوارم که در آینده مردم ایران حالا میخوان مسلمان باشن باشن، ولی دست از این اعتقادات خرافی خودشون بردارن که به امام زمان نیاز ظهور میکنه و اسبش تا زانوش توی خونه، ولی این آدم میاد دنیا رو از خون چیز میکنه، رها میکنه. این اصلا مغایرت داره با اون منطقی که مطرح میکنن. و الان که میبینید در ایران چه امام زمان درست کردن که حالا معلوم میسازن این امام وجود داشته باشه. اصلا این خود لفظ امام رو ببینید، من یادم این وقتی که در ایران به اصطلاح انقلاب شد، سه چهار نفر از دوستان ما که نویسنده بودن اینا مدعی شدن که لفظ امام رو، عنوان امام رو اینها مطرح کردن اولین بار. و این باعث خجالت آدم بود که در یک کشوری که مردم شیعه هستن، امام فقط هم یازدهانیمی هستن که بودن، و بعد بیان یک کسی چون خمینی نه آیت الله بود نه حجت الاسلام نه اصلا حوزه علمیه قبولش داشت، بلکه از کنم چون من قوم هستم و چند تا از این آیت الله العظما ها مریضای من بودن، اینا همه اظهار تأسف میکرد از این که شخصی به نام سید روح الله که نه حجت الاسلام نه آیت الله اومده حالا امام شده. و این رو نباید فقط تقصیر مردم بدونیم، روشنفکران ایرانی هم خیلی مقصر سند در این بلاهایی که سرمون اومده. بله بله دکتر ناصر تماشبی، به این فکر میکردم که تضعیف شدن یا تشدید این مذاهب یا ایدئولوژی ها در واقع بشر به یک تکیگاه روحی یا تکیگاه فکری و اعتقادی پیوسته از روز نخستین تا به امروز و نسل ها بعد هم نیاز خواهد داشت. حالا این الان یه به شکل اعتقاد مذهبیه گذشته از خرافات چه اگر بذاریم کنار، یعنی در واقع به یک تکیگاهی غیر از فرزندش، همسرش، خودش نیاز داره، به یک چیزی که نیروی خارج از خودش هست، حالا اعتقاد دین، آیین، ایدئولوژی، چه چیزی میتونه جانشین بشه برای بشریت؟ یک کسی مثل شما و شاید خیلی از روشنفکران دیگر راهش رو پیدا کردن، نیازی ندارن دینی باشن، به ایدئولوژی وابسته باشن یا به شخص و فردی، اما اکثریت انسان‌ها ضعیف هستن، این ضعف رو در خودشون حس میکنن. اگر ما بخوایم ریشه مذهب بگیم به کل زده بشه، ریشه ایدئولوژی ها، ریشه وابستگی های غیر از خود به دیگری، چه چیزی رو ما میتونیم جایگزین کنیم و آیا بشریت سقوط نخواهد کرد، ناامید نخواهد شد؟ اینو شما یه پزشک هم هستیم، میدونم روانشناس هم هستیم، حتما جامعه شناس هم هستیم، بفرمایید دکتر تماشبی. از کنم بزرگتون که ببینید اعتقادات مذهبی یا ایدئولوژیک یه چیزی است که الزاماً با منطق آدم ها جور در بیاد. مردم از به اصطلاح نفرتشون از یه چیز سیستمی که وجود داره باعث میشه که به یه چیزی پناه ببرن، حالا به یه دین دیگه، همینطور که ادیه شهیدن در کالیفرنیا ادیه ایرانی رفتن مسیحی شدن، در صورت که این ادیان ابراهیمی همه شون همه اشکالات رو دارن. بنابراین پناه بردن به یک ایدئولوژی یا مذهب دیگه جلوگیری میکنه از اون دموکراسی واقعی که بشر به دنبالش بود و هست و انشاءالله هم در آینده خواهد بود. من فکر میکنم که بشر آینده، یعنی در واقع یه
مدتی در یه جایی شد، یکی گفتش که به همون خدایی که ما رو خلق کرده، بعد دیگه جواب داد گفت منم پدر و مادرم خلق کردن، خدا رو ما خلق کردیم. بنابراین این خلال یه کسی ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه از این حرف به دلش نشینه، ولی در واقع خالق خدا بیشتر انسان ها بودن تا خدا خالق انسان ها. بله دکتر تماسبی عزیز، اجازه بدین که برویم به سال 2012 و آیا شما فکر میکنین سوریه تعیین تکلیف میشه در سال وضعیتش؟ این آقای رئیس جمهور رفتنیست؟ انشاءالله که اینطور بشه. میبینید خب این راته پدرشم اون حافظ اسد، اون یه جانی بزرگ بود که ده ها هزار نفر رو کشت. میدونید اینا یه شیعه علوی هستن، یعنی علی رو فقط به عنوان امام قبول دارن و اینا در داخل سوریه خوب هستن، آدمایی که شیعه واقعی هستن، یعنی شیعه دوازده امامی، هفت امامی، یا اصلا مسیحی هستن یا اصلا دین ندارن. اینا از این نظر به شدت تحت فشار بودند و هنوز هم هستن. پدرش حافظ اسد ده ها هزار نفر رو کشت چون نمیتونست چیز بکنه، قانعشون بکنه که نه علوی رو قبول بکنن، چون اونا روشون میگن شیعه علوی دیگه. من هم فکر میکنم الان در شرایطی که سوریه داره چیز میکنه، به خصوص در اتحادی که با ایران داره، وضع این اسد بدتر از گذشته هم خواهد شد، کمان که در داخل سوریه هم مردم متوجه شدن که با یه دیکتاتور طرف هستن. حالا درسته که دکتر رو در انگلستان دست خونده، ولی کاملا پیداست که میخواد مثل پدرش دیکتاتوری بکنه. و امیدوارم که این مسئله سوریه که متحد ایران هست و انشاءالله به نفع مردم تمام بشه و به احتمال قوی روی ایران هم خیلی تاثیر خواهد داشت. میدونید که یه دست چاوکیشای ایرانی رو به فرستادن اونجا برای سرکوب مردم در سوریه و این گندش هم در آمد مدتی پیش. بله بله. ببینید این سرنوشت پس نمیتونه تا 12 ماه آینده اینطوری کشت و کشتار بشه در سوریه. الان بیش از 6000 کشته شدن، منظمتر دارن میشن انقلابیون و غرب داره از اونها بیشتر حمایت میکنه. در یک جا به هر حال این انفجار عظیمتری به وجود آمد، چون به قدر این پیش رفته که دیگه نمیشه مردم رو راضی کرد بگه برگردین خونه هاتون، من بهتون دموکراسی میدم. چون این 6000 تن که حداقل کشته شدن، هر کدوم 60-70 افراد خانواده دارن، یعنی این میره روی قشر تمام جامعه. اینا انتقام میخوان، اینا جریحه‌دار شدن. و این 12 ماه خیلی قریب خواهد بود اگر با این تحریم هایی که گذاشتن. آیا تصور میفرمایید که موضوع سوریه و ایران در یک نقطه همزمان ممکنه تعیین و تکلیف بشه یا به در واقع اون مرحله نهایی و فینال خودش برسه برای تعیین و تکلیف؟ والا میدید که این دوتا حکومت با هم خیلی همکاری میکنن و حتی در دنیای اسلام هم این دوتا منزوی هستن، چون دنیای اصطلاح اسلام معمولا سنی هستن و این دوتا کشوری هستن که یکی یا شیعه علوی یا شیعه دوازده امامی دارستن. اما این از نظر مذهبی شرز میکنم، ولی از نظر دیکتاتوری که این دوتا رژیم دارن، آزادی خواهان هم و چه در ایران و چه در سوریه مبارزه میکنن با این دوتا رژیم. این که تا حالا موفق نشدن دلیل نیست که حق به جانبشون نباشه. ببینید شما، ما به خود ایرانی ها الان چقدر در خارج از ایران و در داخل ایران چقدر مخالف این سیستمی هستن که در بر ایران حکومت میکنه. برای آیا شما حتی در خارج از کشور دیدید که نه یه وقت تنظری در مبارزه علیه این رژیم باشه، با هم همکاری رو کنن؟ متاسفانه اینطور نیست. متاسفانه روشنفکران جامعه ما نقش مثبتی نداشتن تو جامعه. الان هم وضع بهتری نداریم ما. من نمیدونم آینده ما چه خواهد شد. از شر جمهوری اسلامی هم که خلاص بشه
هستیم. آیا چون الان در ایران کسانی که در سر کار هستن اراذل و اوباش هستن و اینا اگر حکومت سقوط بکنه معلوم نیست بیفته دست روشن فکران آدم های با تمدن، هیچ بعید نیست از بین خود همین اینا سپاه پاسدار و اینا کسانی پیدا بشن که اینا حکومت رو در دست بگیرن. امیدوارم اینجور نباشه، ولی به هر حال باید رو خودمون کار کنیم روی این موضوع. در همطور ساکت نشستن و هیچ چیز مثبت نشون ندادن به نظر من دلیل نیست آینده خیلی بهتری داشته باشیم. تصور می‌فرمایید این موضوع که اشاره فرمودید نقش روشنفکران خارج از کشور یا روشنفکران داخل ایران، حقوق بشری ها، این زندان ها که سراسر مملو انباشته از آزادی خواهان و روشنفکران است که متفق القول هستند، آیا سیستم به هم بریزه تکلیف اونها چی میشه و آیا ما باید در اینجا خارج از کشور متحد و متفق بشیم یا داخل ایران کافیه ما فقط باید از اونها حمایت کنیم؟ البته این قسمت آخری که فرمودید درسته، ما باید از اونها حمایت کنیم، در این حال خودمون هم باید مترقی باشیم، یعنی دنبال یه چیزی که مثلا فرض کنید همین جنبش سبز که در ایران را افتاد، این من همچین زیاد ناراحت نیستم از این که اینا موفق نشدن، در این که اگر موفق میشدن معلوم نبود که آیا اینا بتونن یه حکومت بهتری سر کار بیارن، یه ایرادایی میگرفتن از خامنه یا خمینی و اینها، از خمینی نه البته ولی از خامنه ای، ولی و اون اعتقادات مذهبیشون که داشتن، جامعه‌ای که از شر حکومت مذهبی میخواست خلاص بشه اونا نمیتونستن نجاتش بدن. و امیدوارم که در آینده هم ببینید اینا به معنی نیست که مردم با مذهبشون مبارزه کنن، ولی با اون چیزایی که مذهب بهشون تحمیل میکنه و جلوگیری میکنه از آزادیشون، مثلا فرض کنید همین لباس خانمها در ایران خودش باعث شده که تعداد زیادی از خانم‌ها در ایران جزء رزمندگان واقعی باشن علیه این رژیم، و من از این بابت خوشحال هستم که در ایران زن‌ها که معمولاً همچین دخالت چندانی در حکومت نداشتن حالا خودشون یه نقش مؤثر دارن در مبارزه با جمهوری اسلامی. بله بله دکتر ناصر طهماسبی گرامی، البته این ادهی میگوین یک تکنیک بود برای اینکه قدری در واقع سینه اسلام رو برسر زدن در اون جنبش سبز، اما از طرف ما میشنویم کسانی که میرن ایران و میان میگن واقعا اون مذهبی بودن زدوده شده، مساجد خلوت، فروهر خیلی ها برگردن میندازن، این مجسمه ها و سمبول های دوران هخامنشی بر روی تاخچه های مردم تزیینات آمده و یک نوع در واقع بدون اینکه اسلام ستیزی بشه یا بر علیه اسلام، مردم با یک نوع بی‌تفاوتی دارن باز میگردن به ضد خرافات و یه به چیزهای ایمانی و اعتقادی که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک بود. شما جامعه رو چگونه میبینید؟ از راه دور یا میشناسید که واقعا مذهبی مونده یا اینکه تجاهل میکنه به مذهب؟ ببینید یک خطری وجود داره که به نام ایدئولوژی و مذهب یا دین یه ادهی باز بدفعه چون در جامعه یه همچین زمینهی وجود داره در تمام جوانه و اینا بیان باز بدفعه توی حرفایی بیدنن که مطابق میل مردم باشه، ولی در واقع بخوان همون وضع رو با همون دین و با همون مذهب و با همون ایدئولوژی ادامه بدن. من فکر میکنم با ارتباطاتی که امروز بین انسان ها وجود داره این امکان از بین میره، یعنی بشر بالاخره به عنوان یعنی عاشق دموکراسی بوده و این دموکراسی جا افتاده توی مذهان مردم جهان و فکر میکنم
مردم در آینده با هر ایدئولوژی و هر دین و آیین و مذهبی که بخواد مبارزه بکنه با آزادی انسان ها و ایدئولوژی یا دین رو حاکم بکنه با جامعه مبارزه کنن، و فکر کنم آینده بسیار بهتری برای بشریت وجود داره. نه دکتر تماس بگم گرامیت، خیلی امروز من مستفیض شدم و خوشحال هستم که اینقدر شما با ذهن آماده و به هر حال جا افتاده خوب مطلب رو پیش بردین، و خیلی مایل هستم که باز هم ما از شما سود ببریم. شما فکر میکنید که امکانش هست که فرضاً هر چند سه‌شنبه یا سه‌شنبه آینده در خدمت باشیم و موضوعات مختلفه، چون شما یک جامعه شناس بیشتر من شما رو میشناسم از لحاظ تجاربتون، شما فکر میکنید امکانش هست که وقتتون رو خواهر میکنم؟ خیلی خوشوقت میشم از اینکه با صدای نازنینتون رو بشنوم، و بعد از آقای مشکری هم تشکر میکنم که لطف کردن تلفن کردن، و امیدوارم که بیشتر با هم تماس داشته باشیم، چون ببینید این تبادل نظرها و فرمایشات شما و عرایز من به هر حال یه جوری یه زمینه باز میکنه برای اینکه مردم بحثای جدیتری بکنن، چون با تعارفات و یه حرفا قضیه حل نمیشه. و این که الان همینطور واضح با همدیگه میتونیم صحبت بکنیم خیلی خودش روشنگر است برای عده زیادی از مردم. بالا ببینید شما اگر بخواید یه حرفی بزنید که مغایرت داشته باشه با اعتقادات ایدئولوژی و مذهبی مردم، خب به این آسانی جا نمیفته، ولی به هر حال ادامه این صحبت ها به نظر من خیلی مؤثر خواهد بود. در واقع یک اوپنینگ، یک شروعی بود، پس من میتونم به هموطنان این وعده رو بدم که سه شنبه آینده در خدمتون باشیم، بعد با هم صحبت میکنیم زمینه های اجتماعی که روش بحث خواهد شد. با کمال میل افتخار میکنم در خدمتتون باشم. فقط من هیچ تفسیری متاسفانه از شما نداریم، در اینترنت آدرس خدمتتون بعد از این مکالمه خواهم داد، استدعا دارم که یک عکس از خودتون ما داشته باشیم که به هر حال صحبت ها بیشتر به دل بنشینه، مردم زنده تر شما رو حس کنن. بله دکتر تماسبین نازنین، صحبت بازماندهی داریم برای جنبندی آنچه از توی زمان لحظه اول برنامه گفتیم تا به امروز، قبل از اینکه با شما بدرود بگم. خیلی ممنونم از لطفتون، و اگر آدرستون رو بعدن با من بفرستید براتون عکس میفرستم. بله، و آیا مایل هستین که شماره ارتباطی به مردم بدین، یا اینکه میخواین فعلا صبر بکنید؟ نه با کمال میل، با کمال میل، چون ببینید آدم بعضی حرفاش که میزنه شاید مطابق میل بعضی ها نباشه، دلایل خاصی داشته باشن که آدم رو روشن بکنن، بیان که آدم بتونه اونها رو به اصطلاح قانع بکنه، ولی به هر حال با بحثای منطقی و معقول خیلی جامعه بعدش بهتر خواهد میشه. همین تلفنی که خدمتون زنگ زدم میتونم اعلام کنم؟ البته، خواهش میکنم. بله بله، قبل از اینکه این تلفن اعلام کنم، نشریه علم و جامعه شما چی شد؟ چه بر سرش آمد؟ آیا همونطوری که همون چیز که بر سر خودم آمد، این بیماری که من گرفتم باعث شد که مطب رو تعطیل کنم، بیمارستان برم، جراحی نکنم، و علم و جامعه هم که به اصطلاح درآمد علم و جامعه فقط از طریق مطب به من انجام می شد، که اونم از بین رفتن خوشبختانه یا بدبختانه. علاوه بر این خونم آتش گرفت و هر چی کتاب داشتم، هزاران کتاب داشتم که همه سوخت و از بین رفت. دکتر تماسبین نازنین، شما ترجمه هایی داشتی، ترجمه های چاپ نشده هم داشتی، چون می دونم بخش اعظمی از کتاب های چاپ به خصوص کتاب های مارکس رو شما به فارسی ترجمه کرده بودی، خب اونا به هر حال هست، موجود است، آیا ترجمه‌ای بود که چاپ نشده باشه و از بین رفته باشه در این آتش سوزی؟ نه خیر، خوشبختانه نه، من 38 جلد کتاب نوشتم یا ترجمه کردم، از عمدتا از زبان آلمانی، و متاسفانه در آتش سوزی خونه من
همه این آثار از بین رفت و همه کتاب های چندین هزار کتابی که داشتم همه سوخت و نابود شد. خودم هم همچین گرفتار همون آتش سوزی شدم، دنگ که مدنم بسوزه، روح هم سوخت. بله، ولی همچنان هستید به هر حال، شما همچون این وجود و جوهره وجودتون در حال زایایی و ما از شما بهره خواهیم گرفت. خیلی خیلی خوشحالم. شماره تلفن دکتر ناصر طهماسبی با اجازه خود ایشون 301 ساکن واشنگتن هستین دکتر جان؟ نه خیر، ساکن مریلند هستم. مریلند، بله بله. 301-802-1688 مجدداً 301-802-1688. دکتر نازنین با شما بدرود میگم تا سه شنبه آینده عزیزم. قربان شما، لطف بودید، خیلی ممنونم. میزنم آدرس میدم بهتون عزیز دل. خیلی ممنون برای عکس. خیلی ممنون دکتر. خواهش میکنم. قربان شما. بدرود. خواهش میکنم. بله، آقای دکتر ناصر طهماسبی، گفتم همونطور که در شروع گفتم ایشون یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجوی ایران در زمان شاه بودن، فعال بودن. سوه سالها به هر حال کهنه‌کارها دکتر ناصر طهماسبی رو میشناسن و جوانها هم امیدوارم، چون آثار همونطور که گفتن 30 کتاب ترجمه کردن و اینها کتابی هست که از دیدگاه‌های طیف چپ هست، از زبان آلمانی و انگلیسی به فارسی، بسیار با ارزش، شاید بیش از هر مترجم دیگری این کتاب دیدگاه طیف چپ رو دکتر ناصر طهماسبی ترجمه کرده باشن و پزشکی که بسیار کمک کرد به جامعه ایرانی. مردم میدونن چقدر در این زلزله ها که اتفاق افتاد دکتر طهماسبی حضور داشته، چقدر برای اینهایی که در جنگ ایران و عراق آسیب دیدن دارو فرست. اینا رو خودشون به من نگفتن، از داخل به من گفتن. به هر حال خوشحالیم که دکتر خواهیم داشت و چه میزان وقت پایان شد، به پایان رسید این دفتر، اما حکایت همچنان با چند دقیقه، یک دقیقه نمیبینم نباردان گرامی عزیزم. بسیار خوب، برنامه رو در رو روزهای سه شنبه 4 بعد از ظهر مثل امروز و شنبه ها 8 بامداد سال نو میلادی 2012 رو خدمت همه هممیهنان، به ویژه مسیحیان عزیز، به ویژه وارتان عزیزم در اتاق فرمان، کارگردان فنی، تبریک و تهنیت میگم و هموطنان عزیز یک بار دیگر واقعا امشب سالگرد زایعه مرگ جانگداز شاهزاده علیرضا پهلوی است که برای همیشه در قلب همه ما میمونه، چون بچه ای بود که هرگز ما ندیده بودیمش جز چند عکس، نشنیده بودیمش جز چند عکس، و وقتی که رفت دیدیم که میتونست که موجود مؤثری باشه برای جامعه ایرانی، اما به دلایلی ما نمیدونیم هنوز هم که اینا موضوعات خانوادگیست، تلف شد، هدر شد، در باطلاق فرو رفت و بعد خودش جان خودش رو گرفت. امیدواریم که توجه خانواده ها بکنن، واقعا هر فرزندی عزیزه، ولی عزیزی از او بر جای مانده. برها با شما بدرود میگویم تا برنامه دیگر و تشکر آقای دکتر ناصر طهماسبی. خدای طبیعت نگهدارشون.